پنجم ژوئن روز جهانی محیط زیست نامگذاری شده است. همکارم حیدر مجید با نگاهی به سابقه این نامگذاری و اهداف آن به دیدگاه های اسلام علوی نسبت به موضوع حفاظت از محیط زیست هم پرداخته است. با هم این گزارش را ببینیم و بشنویم. در جریان کنفرانس محیط زیست سازمان ملل متحد در استکهلم پایتخت سوئد سال 1972 نامگذاری روز 5 ژوئن به عنوان روز جهانی محیط زیست تصویب شد. از ابتدا هدف اصلی این نامگذاری ایجاد بستر لازم برای ادغام تعاملات انسانی و حفظ و بقای محیط زیست بود که در سال 1974 اولین سالگرد با شعار تنها یک زمین برگزار شد. از سال 1987 ایده چرخشی بودن تمرکز این تلاش‌های محیط زیستی از طریق انتخاب کشورهای مختلفی برای میزبانی اجرا شد و همساله یک کشور به عنوان میزبان روز جهانی محیط زیست و تلاش‌های مرتبط با آن از سوی سازمان ملل متحد تعیین می‌شود. رسول خدا صلی الله علیه و آله همواره مسلمانان را از قطع درختان، تخریب مزرعه‌ها و سوزاندن آنها حتی در جنگ نهی می‌فرمودند و گناه این آسیب زدن به محیط زیست را مساوی کشتن کودکان بیگناه و زنان بی‌دفاع می‌دانستند. در سیره امام علی علیه السلام و سایر امامان شیعه نیز چنین اوامر و نواهی در حفاظت از محیط زیست دیده می‌شود. به ویژه نقش محوری امام علی علیه السلام در توسعه و کاشت نخلستان‌های اطراف مدینه و حفر چاه برای این نخلستان‌ها در تمامی تواریخ ثبت و ضبط شده و 14 قرن پس از آن حضرت باقیات و صالحات تلاش‌های ایشان هنوز قابل استفاده است. در بیانیه‌های سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده وابسته به بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمى سید صادق شیرازی به مناسبت روز جهانی محیط زیست آمده است. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده در این مناسبت از جامعه جهانی می‌خواهد از فرصت فراهم آمده جدید و با تصویب قوانین عوامل آلاینده را در چارچوب قانون مورد توافق تحت کنترل درآورد تا از گازهای زیانبار کاسته شود، هرچند این امر هزینه بر باشد. توجه به حفظ جنگل‌ها و فضای سبز و توسعه دادن آنها در حد امکان در قالب پروژه‌های دولتی و ملی با درختکاری که دانشمندان محیط زیست آن را ریه و سیستم تنفسی زمین و سازه بسیار مهمی در این زمینه می دانند بسیار ضروری است. پنجم ژوئن روز جهانی محیط زیست فرصتی است که یک بار دیگر به دنیا یادآوری شود که اسلام علوی منادی محیط زیست است و انبوه احادیث و توصیه های امامان شیعه چنین ادعایی را اثبات می کند و به ویژه در کشورهای اسلامی بازگشت به آموزه‌های اسلام علوی خود در بردارنده حفاظت از محیط زیست به روز آمدترین شیوه هاست.